خوشم میاد که همتون یک میفرستین ها. دوستتون دارم عجیب غریب. خب دوستان، آخرین مطلبی که جلسه قبل گفتیم چی بود؟ اسمای معرفه و نکر. خب معرفه و نکر. خب دوستان گل عزیز من، شعر معرفه ها چی بود؟ به هم بگیم ببینم. معارف چند بود؟ برو بریم. معارف شش بود. مزمر اضافه. علم زلا موس. مرسی مبینا ابراهیمی. باشه محمد رضا جان. سارا شکارنیا، مهلا خدا بخشی، یاسمن افقری، سارا نعمتی، مائده زراعتی، خب مریم توسلی نیا، بله عاطفه برجی، آقای سلیمانیان کجاست؟ حنان شمس، بله ممنون. از دوستان گل، نگار پور جمشید، محمد رضا اسماعیلی، چشم حتما تست هم میزنیم انشاءالله یکم بریم جلوتر. بله فائز موسوی، نرجس، بله زانیار کجاست؟ زانیار قادری، زهرا شفیعی کجاست؟ مهدی قاسمی کجاست؟ محمد طه نصیری کجاست؟ تقریبا میتونیم بگیم جلسه سوم، سه جلسه گذشت. خب علی صدری، بله. بقیه دوستان کجان؟ من یه نگاهی بندازم. سحر خیراللهی، ساجده، زینب ایزدی، موجان ابراهیمی، مریم نوشانی، یگانه امیری، ریحان گلناری. خب تایمی که به همون میدن بچه همین اندازه است، بیشتر نمیتونیم بریم. خب دوستان عزیز گل، خب دوستان عزیز من گوش بدن. خب ما در مورد معرفه و نکره با هم دیگه صحبت کردیم. در مورد موصولات صحبت کردیم، میخواییم حالا در مورد یه مبحث بسیار بسیار مهم تحت عنوان منصرف و غیر منصرف صحبت بکنیم. حواسا به من هست؟ سوال باید جواب بدین. کیا حواسشون به من جمعه؟ من حالا باید 40 تا یک ظرف یه ثانیه داشته باشم. کیا حواسشون به من جمعه؟ خب خوب به من گوش بدین؟ بچه ها ما میخواییم در مورد یه مبحثی صحبت بکنیم تحت عنوان منصرف و غیر منصرف. چیزی که اینجا واسه ما خیلی اهمیت داره این هست که عرضم به خدمتتون که توی داستان منصرف و غیر منصرف، اول در مورد این داستان منصرف ها بذار اینو درست بنویسیمش که توی داستان منصرف ها و غیر منصرف ها یه سری نکات میخواییم بگیم. خب حواسا به من باشه، خیلی خیلی جمع. ببینید مبحث منصرف و غیر منصرف توی کتاب نظام قدیم هم به صورت اشاره‌ای گفته شده. حالا ما منصرف و غیر منصرف و چرا می‌خوایم توضیح بدیم؟ کنکور 98 اولین کنکور نظام جدید بود. یه تست ما داریم تحت عنوان تست ضبط حرکات. دقیقاً یه غیر منصرفی آورده بود که یه سری ویژگی‌ها داشت که من می‌خوام الان برای شما صحبت بکنم. و توی کنکور 99 هم باز دست بردار نبود.
توی کنکور 98 صرفاً توی دوتا گروه آورده بود، توی کنکور 99 توی چهار گروه ازش سوال آورده بود. یعنی چی؟ یعنی به زبون بی زبونی شما باید نبلد باشی. توی کتاب نظام جدید تو قسمت تمرین ها بهش پرداخته شده و خب معلم ها معمولاً میگن آقا این یه نکته خاصی نداره بلد باشید. خب ولی ما میخوایم الان کلن در موردش صحبت بکنیم. لطفاً انرژی ها بالا باشه، پر قدرت میخوایم بریم جلو، کار داریم با هم دیگه ها. گوش بده به من، منصرف و غیر منصرف. بچه ها شنیدین میگن آقا تشریف بیارید شام صرف کنید؟ صرف کردن بچه ها یعنی چی؟ صرف کردن یعنی چی؟ جواب به من بدین. صرف کردن یعنی چی؟ خوردن، درسته؟ میگن آقا تشریف بیارید شام صرف کنید. صرف کردن یعنی چی؟ یعنی شام خوردن. پس ما هر وقت حرف از صرف کردن میزنیم، صرف کردن توی عربی همون خوردن توی فارسیه. ما یه سری اسما داریم منصرفن، یه سری اسما داریم غیر منصرف. منصرف یعنی چی؟ یعنی تنوین میخورد. غیر منصرف یعنی چی؟ تنوین نمیخورد. منصرف یعنی تنوین میخورد، غیر منصرف یعنی چی؟ تنوین نمیخورد. آقا اسمایی که تنوین میخورن بهشون میگن منصرف، اسمایی که تنوین نمیخورن بهشون میگن غیر منصرف. یادتون باشه این تقسیم بندی مخصوص اسمای چیه؟ اسمهای بگو معرب. اسمهای بگو چی؟ معرب. این تقسیم بندی مخصوص اسمای معرب، ربطی به اسمای مبنی نداره. چون اگه یادتون باشه گفتیم اسمای مبنی تحت هیچ شرایطی تنوین نمیگیرن، ان ان اون نمیگیرن. اوکی؟ خب حتما 100 درصد تمام توجه اینجا باشه. غیر منصرف ها شامل یه سری موارد خاصی هستن که میخوایم اینا رو با هم دیگه یاد بگیریم. خوب به من گوش بده، خوب به من گوش بده. غیر منصرف ها شامل یه سری موارد خاصی هستن که عرضم به خدمتتون، میخوایم خوب اینا رو با هم دیگه یاد بگیریم. اینجا دوباره به اشتباه نوشته منصوب بگو معرب. این تقسیم بندی مربوط به اسمای معرب است. منصرف اسم معربی است که میتواند تنوین بگیرد، مثل رجل، باب، صف. غیر منصرف اسم معربی است که اصلا تنوین نمیگیرد. پس اسم معربی که اصلا تنوین نگیرد بهش میگن چی؟ غیر منصرف. خوب توجه تو بده به من. یک ویژگی دیگر هم دارد که اغلب در حالت جری به جای ا میگیرد. اینم خیلی مهمه، اینم خیلی مهمه، اینم خیلی مهمه. یه ویژگی دیگر هم داره، در حالت جری به جای ا میگیره. توضیح میدم، فقط یادت باشه اسمی که ما صداش میزنیم غیر منصرف هر وقت قرار شد ا بگیره ا میگیره، یعنی هیچ وقت حرکتی تحت عنوان ا رو نمیگیره. این توضیح من دارم برای چی میگم؟ برای تست کنکور میگم. دقیقا تست کنکور از همین نکته استفاده کرده. مثلا فاطمه یه اسم غیر منصرفه. بچه ها هممون آلای تک و توک شبای احیا رفتیم، شبای احیا اون تایم آخر که دیگه میخوان گل دقیقه 90 رو بزنن به خدا و حاجت و رای خدا بگیرن، قرآن میزنن رو سرشون، شروع میکنن اسم خدا پیامبر و اسم ائمه، میرن تا آخر. اول میگن اسم خدا رو میارن، بعد اسم حضرت محمد و اسم حضرت علی رو میان تا آخر. از اسم حضرت محمد که شروع میکنن میگن به محمدن، بعد میرسن به اسم حضرت علی میگن به علیین، به اسم حضرت زهرا که میرسه میگه چی؟ به فاطمه. نگاه کن اینجا، نگاه کن اینجا، به فاطمه تا. حرکتی که داره ا هست. آقا این مگه جار و مجرور نیست؟ این مگه جار و مجرور نیست؟ اوکی؟ این مگه جار و مجرور نیست؟ بله جار و مجروره. پس بعد ا بگیره؟ بله حتما 100 درصد بعد ا بگیره. ولی فاطمه چون یک اسم غیر منصرفه اینجا به جای اینکه بیاد ا بگیره ا گرفت. خیلی نکته وحشتناک مهمه. پس غیر منصرف ها یکی ویژگی فابریکو اصلیشون چی بود؟ غیر منصرف ها ویژگی فابریکو اصلیشون چی بود؟ بودو بودو
جواب خانم رکی نگران نباش، تازه شروع کردیم، از همین الان گوش بدی همه چی دستگیرت میشه. ویژگی اصلی و فابریک غیر منصرف ها چی بود؟ این بود که تلوین نمیگرفتن. پس ویژگی اصلی و فابریک غیر منصرف ها اینه که تلوین نمیگیرن. یه ویژگی دیگه هم داشتن، تو بگو در حالت چی رو میگرفتن؟ بدو. یه ویژگی دیگه هم داشتن، همه بگن ها. 42 نفر ما سر کلاس داریم ها، 42 تا جواب یه ثانیه ای میخوام. به جای چه حرکتی حرکت دیگه میگرفتن؟ بدو. به جای چه حرکتی حرکت دیگه میگرفتن؟ بدو. در حالت جری به جای احسان نعمتی ممنون، یا سمن افقری ممنون. بقیه کجان؟ غیر منصرف ها دوتا ویژگی داشتن. ویژگی یکشون چی بود؟ به جای ا چی میگه؟ ویژگی یکشون این بود که تنوین نمیگرفتن. ویژگی دوشون چی بود؟ به جای ا میگیرن. پس کلن غیر منصرف ها چند تا ویژگی دارن؟ دوتا. یکی اینکه تنوین نمیگیرن، یکی اینکه به جای ا میگیرن. پس من اگر از تو پرسیدم ویژگی فابریک غیر منصرف چیه؟ میگی تنوین نمیگیرن. اون یکی ویژگی غیر منصرف، حالا همه با هم بگیم. اون یکی ویژگی غیر منصرف حالا چی بود؟ بدو. لاتین واسه هم بنویس اصلا. بدو. غیر منصرف ویژگی است. اون یکی ویژگی چی بود؟ بدو. یه بار دیگه نوشتی، یه بار دیگه بنویس، من دارم حالا نگاه میکنم. بدو. به جای چی میگرفتن؟ به جای ا میگیرن. خب مثلا فاطمه اسم غیر منصرفه، توی دعا اینطوری میگه اسمای غیر منصرفه، حالا میخواد نام ببر. اسمای غیر منصرفه میخواد نام ببر. اولین دسته اسمای غیر منصرف، خوب به من گوش بدین، اسمهای غیر منصرف. اسمای غیر منصرف شامل یه عد اسم هستن. اولین دسته اسمای غیر منصرف چیا هستن؟ اولین دسته اسمای غیر منصرف، یک، علم مؤنث. بچه ها علم مؤنث شامل چیا هستن؟ شامل اسم دخترها، شهرها و کشورها. اوکی؟ علم مؤنث شامل اسم دخترها، شهرها و کشورهاست. پس من هر وقت حرف از علم مؤنث میزنم نگو اسم دخترها فقط، اسمای شهر و کشورها هم جز علم مؤنث. پس علم مؤنث شامل اسم دخترهاست، اسم شهرها و اسم کشورها. دومی مورد از اسمای غیر منصرف خوب به من گوش بده. دومی مورد از اسمای غیر منصرف صفت بر وزن افعل. صفت بر وزن چی؟ دومی مورد از غیر منصرف ها صفت بر وزن کیه؟ افعل. مثل چی؟ مثل احمد. صفت بر وزن افعل غیر منصرفه. ویژگی فابریک غیر منصرف ها را همه سری بگن. بدو. ویژگی فابریک غیر منصرف ها چی بود؟ بدو. زود تایپ کنا. چی نمیگرفتن؟ تنوین. یه ویژگی دیگه غیر منصرف ها داشتن چی بود؟ به جای چی میگرفتن؟ بدو. ویژگی دیگه شون چی بود؟ بدو. ویژگی دیگه شون چی بود؟ ویژگی دیگه شون به جای چه حرکتی حرکت دیگه میگرفتن؟ بدو. به جای ا میگرفتن. دو موردشو فعلا گفتیم. گفتیم یکی علم مؤنث، دو صفت بر وزن افعل. خب سومین موردی که میتونیم در موردش صحبت کنیم و خیلی برامون حائز اهمیته. جمع مکسر بر وزن یا آهنگ مفاعیل. جمع مکسر بر وزن یا آهنگ مفاعیل و مفاعیل. اینو بچه ها به یه بیانه دیگه هم میتونیم بگیم جمع مکسر سه بخشی که بخش
وسط آن با آ تلفظ شود. مثال حالا براتون میزنم میبینید. نگاه کنید به من. نگاه کنید به من. جمع مکسر سه بخشی که بخش وسطش با آ تلفظ میشه. مثلا شواهد. ببین شواهد چند بخشه؟ سه بخشه. بخش وسطش با چی تلفظ شده؟ با آ. باز مثال قوانین. بگو قوانین چند بخشه؟ سه بخشه. بخش وسطش با چی تلفظ شده؟ آ. قوانین بر آهنگ مفاعیله. شواهد بر آهنگ مفاعیله. یا مکاتب یا مفاتیح. مکاتب مکاتب جمع مکسره چند بخشیه؟ سه بخشی. بخش وسطش با چی تلفظ شده؟ بخش وسطش با چی تلفظ شده؟ آ. پس اینم سومین مورد از غیر منصرف ها. خب دسته دیگه از غیر منصرف ها که خیلی واسه ما اهمیت داره، خیلی واسه ما اهمیت داره، اسم علم عجمی. اسم علم عجمی یعنی چی؟ یعنی غیر عربی. غیر عربی مثل چی؟ همه اینا رو بچه اینو خیلی خوب توجه کنین، خیلی اینو خوب توجه بکنین. همه اینا رو فکر میکنن اینا چی هستن؟ همه فکر میکنن اینا چی هستن؟ همه فکر میکنن اینا عربی هستن. کدوم ها؟ این اسم که من میخوام حالا بنویسم، یوسف، ابراهیم، هابیل، قابیل. یوسف، ابراهیم، هابیل، قابیل. بچه اینا عربی نیستن، یادتون باشه اینا ابریان. ابری زبونی شبیه عربیه. ما توی عربی میگیم سلامون علیکم، توی عبری میگن شلامون علیکم. یه زبونی هست خیلی نزدیک به زبونه عربی. پس اسم علم عجمی هر اسمی که عربی نباشه، مثلا اسم من پژمانه، اوکی؟ اسم من که پژمانه جز اسم علم عجمی، یعنی اسم من هیچ وقت تنوین نمیگیره، اوکی؟ خب ادامه بدیم، ادامه بدیم. در عربی یا اینجوری بگیم، بذار این با این بیان بنویسمش، در قرآن، در قرآن نام هفت پیامبر منصرف است. شعر داریم؟ چه شعر؟ در قرآن نام هفت پیامبر چیه؟ منصرفه. بقیه پیامبران میشن چی؟ غیر منصرف. در قرآن نام چند تا پیامبر؟ نام هفت پیامبر منصرفه. خب بقیه پیامبران میشن چی؟ غیر منصرف. هفت پیامبری که منصرف هستن، بگو محمد، صالح، هود، لوط، نوح، شیس، شعیب. محمد، صالح، هود، لوط، نوح، شیس و شعیب. شیس و شعیب. محمد تو حالت خودمونی چی تلفظ میکنیم؟ محمد. بریم محمد، صالح، هود، لوط، نوح، شیس و شعیب. شیس و شعیب. برو به محمد بخند. برو بریم محمد، صالح، هود، لوط، نوح، شیس و شعیب. شیس و شعیب. اون تیکه آخرشو بعد از گلو ایفا کنی، یا اگه نکنی اصلا قبول نیست. فکر نکن بغلیت داره بهت میخنده، خونه ای هر جاسی بهت میخنده، مهم نیست. مهم اینه که تو با این شعر این چیزو یاد میگیری، تو ذهنت باقی میمونه. پس با من تکرار کن: محمد، صالح، هود، لوط، نوح، شیس و شعیب. شیس و شعیب. این ترتیب توی جزوه نیست، اینو یه ترتیب دیگه نوشته ها. اینو یه ترتیب دیگه نوشته. برو بریم محمد، صالح، هود، لوط، نوح، شیس و شعیب. شیس و شعیب. محمد، صالح، هود، لوط، نوح، شیس و شعیب. شیس و شعیب. برو بریم محمد، صالح، هود، لوط، نوح، شیس و شعیب. شیس و شعیب. همه 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 یه دور بنویسنش، یه دور بنویسنش لطفا، همه یه دور بنویسنش،
نوشتنتون تموم شد ما بریم نکته بعدی. یه دور بنویسنش واسه خودشون توی کاغذ. قرار شد با من نوت برداری یا با من نوت بردار. اگه با من نوت بر نداری هیچی 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 متوجه نمیشی. با من نوت بردار، با من بیا جلو. قشنگ میخوام یه تصویر سازی قوی داشته باشی، انگار من دقیقاً بالا سرت ایستادم ها، توی کلاسی. اگه این کارو بکنی یه ساعت و نیم برات میشه بمب انرژی. برو بریم. محمد صالح هود لوتنو شیس و شعیب، شیس و شعیب. حالا بریم همه با هم تایپ کنن واسه من. انرژی بالا باشه لطفاً، انرژی بالا باشه لطفاً. برو بریم. هفت تا پیامبری که منصرفن کی هستن؟ برو. محمد صالح هود لوتنو شیس و شعیب، شیس و شعیب. مهدی قاسمی، حسن افخری، محمد طه، روژین مبینا، مریم نوشانی، علی صدری، مائده زراعتی، ریحانه گلناری. بقیه کجان؟ سحر نجفی. بقیه زهرا شفیعی، عاطفه برجی کجاست؟ آهان، ساجده، زانیار، به به، نگارپور جمشید، مهلا خدابخشی، نرجس، زهرا جعفری کجاست؟ آهان، مبینا اورکی کجاست؟ پروفسور اورکی، خانم دکتر، بودو، بودو، مجان، ابوالفضل، بعد زینب، بله. پس شعر رو یه بار دیگه با هم تکرار کنیم. محمد صالح هود لوتنو شیس و شعیب، شیس و شعیب. اینها هفت پیامبری هستن که منصرفن. یعنی چی؟ تنوین میگیرن. ما میخواستیم غیر منصرفا رو یاد بگیریم. ویژگی هست غیر منصرفا چی بود؟ یک، تنوین نمیگرفتن. دو، در حالت جری به جای ا چه میگیرن؟ ا میگیرن. یعنی هر وقت بخوان ا رو بگیرن ا نمیگیرن، ا میگیرن. غیر منصرفا رو یاد گرفتیم. بچه ها اگر بخوایم غیر منصرفا رو توی یه جمله خلاصه کنیم که همیشه توی ذهنمون داشته باشیم، اگر بخوایم غیر منصرفا رو توی یه جمله خلاصه کنیم که همیشه توی ذهنمون داشته باشیم، میگیم چی؟ میگیم اکبر و فاطمه، روز به و زهرا، در مساجد مساجد تهران گریان گشتند. اکبر و فاطمه، روزبه و زهرا، در مساجد تهران گریان گشتند. حالا خوب به من گوش بده. اکبر چی بود؟ اکبر نماینده کی است؟ هر کی گفت اکبر نماینده کی است؟ غیر منصرفا چند مورد داشتیم. اولی موردش چی بود؟ صفت بر وزنه بگو. افعل عاشقتم. اکبر همون صفت بر وزنه افعل. فاطمه نماینده کی است؟ فاطمه نماینده کی است؟ بدو فاطمه سر. بچه ها سرعت عمل میخوام ها، یکم لبله کلاسمون رو میخوایم ببریم بالاتر. فاطمه نماینده کی است؟ فاطمه نماینده کی است؟ علم مؤنث. روز به نماینده کی است؟ اگه گفتی روز به نماینده کی است؟ بدو. آهان، سحر خیراللهی، ممنونم. علم عجمی. روز به اسم شخصه، عربی هم نیست، همون اسم علم عجمیه. مثل یوسف، مثل ابراهیم، مثل حابیل، مثل قابیل. زهرا چیه؟ زهرا دوره همون علم مؤنثه. ببخشید اکبر و فاطمه وقتی با هم میرن طبیعی که روز به هم یکی رو داشته باشه، گناه داره تنهاست. به خاطر اینکه مشکل اسلام پیش نیاد دیگه، اکبر و فاطمه فرستادیم و روز به با زهرا. خب مساجد نماینده کی است؟ مساجد نماینده کی است؟ علی صدری ممنون، مبینا اورکی ممنون. مساجد همون جمع مکسر سه بخشی که بخش وسطش با آ تلفظ میشه، یا به قول شما همون مفاعل. تهران، تهران نماینده کی است؟ تهران نماینده کی است؟ بدو. باز همون علم مؤنث، همون اسم شهر و کشورها. یادت باشه اسم شهر و کشورها هم غیر منصرفه ها، یادت باشه اسم شهر و کشورها هم غیر منصرفه ها. بعدی گریان گشتن هم که گفتیم، گریان گفتیم، گریان میگردونیمشون که خیلی مشکل اسلامی پیش نیاد. پس من اگه به من بگن غیر منصرف ها رو توی جمله خلاصه کن، میشه این. اوکی، نام اون هفت پیامبری که گفتیم منصرفن یعنی تنوین میگیرن کیا بودن؟ هر کی سری واسه من تایپ کرد باهوشا سری جواب میدن ها، باهوشا سری جواب میدن ها. برو بریم.
نام اون هفت تا پیامبر کیا بودن؟ بودو یاسمن افخری، مهدی قاسمی، مینا ابراهیمی، محمد طارق نصیری، زانیار، نگارپور جمشید، ماهد زراعتی، علی رجب زاده. بقیه کجان؟ سرخیر اللهی، عاطف برجی کجاست؟ زهرا شفیعی کجاست؟ ریحان گلنانی کجاست؟ تو رو خدا جواب بده. فائز موسوی کم پیدایی. بودو بودو بودو، انرژی میخوام از عطا، انرژی میخوام از عطا، انرژی میخوام از عطا. بودو اینها میشن غیر منصرفا. یه سر به جزوه بزنیم، یه سر به جزوه بزنیم. خب ببینیم توی جزوه چه خبر. خب چیزی که واسه ما توی جزوه نوشته در مورد فاطمه صحبت کرده، گفته آقا اسم غیر منصرف علم مؤنث، اسم شهر و کشورها، صفت بر وزن افعل. بچه ها صفت بر وزن افعل اشد احمر اقنا خیلی واسه من جالبه. اینها اسم تفضیل بر وزن افعلن، تو تست های کنکور ور و ور میدنش، به خاطر بسپارش. اشد یادت باشه رودالش تشدید داره ها، اشد رودالش تشدید داره ها، اشد رودالش تشدید داره ها. اقنا احمر جمع مکسر بر وزن آهنگ مفاعل و مفاعل، مثل مفاتیح، قرائن، اسالیب، شواهد. اوکی خب خوب به من گوش بده. به عبارتی میتونیم بگیم جمع مکسری که سه بخش باشه، بخش وسطش با آ تلفظ بشه، حرف آخرش ته گرد نباشه. این نکته مهمه، این نکته مهمه. گفته چی؟ آقا من واسه شما توضیح دادم، گفتم جمع مکسر سه بخشی که بخش وسطش آ تلفظ بشه. یه نکته خوشگل، جمع مکسر سه بخشی که بخش وسطش آ تلفظ نشه، حرف آخرش هم ته گرد نباشه. مثلا صحابت، اگه شما اینجا رو دقت بفرمایین، صحابت آخرش ته گرد داره. صحابت جمع مکسر هم هست، سه تا بخش هم داره، بخش وسطش با آ تلفظ شده. ولی اگر دقت بفرمایید حرف آخرش چی داره؟ حرف آخرش چی داره؟ ته گرد داره. پس این منصرف هست، غیر منصرف نیست. غیر منصرف ها باید جمع مکسر سه بخشی باشن، بخش وسطشون آ تلفظ بشه، حرف آخرشون ت نباشه. اوکی؟ پس اینجا هم یه هایلایت بکنیم که تو ذهنمون داشته باشه. اسم علم عجمی یا همون غیر عربی، مثل یوسف، مثل ابراهیم، مثل قابیل، ابلیس. ابلیس اینا چی هستن؟ اسمای ابری هستن. توی قرآن نام پیامبرای منصرف هستن که تنوین میگیرن. یه بار دیگه با هم بریم ببینم. بودو بودو بودو، یه بار دیگه با هم بریم ببینم پیامبرا، هفت پیامبر کیا بودن؟ میخوام همین الان یادش بگیری شرش بکنیم. هفت پیامبر کیا بودن؟ بودو محمد صالح، برو بریم. بودو کیا بودن غیر منصرفا؟ بودو خب دوستان باز در جریان باشید، نوت برداری هاتون 5 دقیقه آخر کلاس بعد ارسال بشه با اسم و فامیل و تاریخ. اوکی؟ این جواز ورود به شما به جلسه بعدی ها. نگو نمی نویسم ضبطش می کنم فلان، سر کلاسم و تمام حواست به من باشه، تمام تمرکزت باید به من باشه. خب بچه ها غیر منصرف ها ویژگی اصلشون چی بود؟ تنوین نمی گرفتن. یه ویژگی دیگه هم دارن که اون ویژگی چی بود؟ به جای اع می گرفتن. حالا می خوام یه توضیح برات بدم، نگاه کن به توضیح من. غیر منصرف خر می شود. غیر منصرف چی می شود؟ خر می شود. غیر منصرف خر می شود یعنی چی؟ یعنی ارا می گیرد. آقا ما گفتیم غیر منصرف تنوین نمی گیره، به جای ا می گیره. اگه دقت کرده باشی من توی حرفم از واژه معمولا استفاده کردم، گفتم معمولا به جای ا می گیره. غیر منصرف خر میشه یعنی چی؟ ما گفتیم غیر منصرف به جای ا میگیره. یه بلایی سر غیر منصرف میاریم که ا رو بگیره. آقا غیر منصرف تحت چه شرایطی خر میشه؟ در دو حالت، در دو حالت، در دو حالت. خب در دو حالت خر میشه. حالت یک ال بگیره. تو اگه دقت بکنی بچه رو میخوای خر بکنه چیکار میکنی؟ دست میکشی رو سرش دیگه، همین خاصیته چیه؟ ال گرفتن. غیر منصرف توی دو حالت، خوب گوش بده، غیر منصرف توی دو حالت خر میشه، یکی ال بگیره،
مثال آقا از غیر منصرف و مثلا مدارس میگیم فی مدارس. خب مدارس مگه بر وزن مفاعل نیست؟ اوکی. مگه ما توی عربی نمیگیم جار و مجرور؟ اوکی. مدارس بر وزن مفاعل پس غیر منصرفه تا اینجا. مگه ما توی عربی نمیگیم جار و مجرور؟ یعنی فی الامن حتی که ان ل به سر هر اسمی آن اون اسم باید مجرور بشه. مجرور توی عربی چی بود؟ یا ا بود یا ان. مجرور توی عربی چی بود؟ یا ا بود یا ا. آقا فی اومده پشت سر مدارس، رو حالت فابریکیش باید بشه فی مدارسن. رو حالت فابریکیش باید بشه فی مدارسن. دقتت به تخته باشه. 10 ثانیه ازت تمرکز میخوام. نه بکنش 20 ثانیه. 20 ثانیه ازت تمرکز میخوام، حواست باشه. فی مدارسن حرکتش نگاه کن تنوین گرفته. فی مدارسن نگاه کن به حرکتش تنوین گرفته. آقا این غیر منصرف است، تنوین نمیگیره، پس پاکش میکنم. خب غیر منصرف یه ویژگی دیگه هم داشت، ای هم نمیگرفت. به جای ای چی میگرفت؟ به جای ای چی میگرفت؟ بگو به جای ای چی میگرفت؟ به جای ای چی میگرفت؟ اه میشه فی مدارسه. قضیه فعلا تا اینجا اوکی. حالا اگر من بیام اینو به این صورت بنویسمش، فی المدارس، تا اینجا فهمیدی فی مدارس چرا شد فی مدارس؟ تا اینجا فهمیدی مدارس چرا تو فی مدارس شد مدارس؟ فهمیدی یا نه؟ قرار شد اگه فهمیدی ایموجی مش نداری، ایموجی رو بنویسی مش. بدو فهمیدی؟ این باید تو حالت فابریکش بشه فی مدارسن، ولی شده فی مدارسه. چرا فی مدارسه نمیشه؟ چون تنوین نمیگیره. چرا ا گرفت؟ چون به جای ا چی میگیره؟ ا میگیره. تا اینجا اوکی. یه بار دیگه توضیح میدیم. گفتیم آقا غیر منصرف چی میشود؟ خر میشود. یعنی چی را میگیره؟ ا را میگیره. ویژگی اصلی و فابریکش که تنوین نمیگیره که اصلا نمیشه باهاش صحبت. ولی من اگه دقت کرداشی تو توضیحاتم یه گفتم چی؟ غیر منصرف معمولا به جای ا میگیره. خب غیر منصرف خر میشود. خر میشود یعنی چی؟ یعنی ا رو میگیره. در چند حالت؟ در دو حالت. حالت اولش رو که ال بگیره. بیا چک کن آقا فی مدارس، مدارس بر وزن مفاعل پس غیر منصرف. از طرفی فی اومده سر مدارس، جار و مجروره، باید بشه فی مدارس سن، چون مدارس هم ال نداره. پس چرا نمیشه فی مدارسن؟ اول چون غیر منصرفه تنوین نمیگیره، دوم چون غیر منصرفه به جای ا چی میگیره؟ ا میگیره، میشه فی مدارسه. ولی اگه بیای ال بذاری سرش، اگه بیای ال بذاری سرش میشه فی المدارسه یا فی المدارسه؟ حرکتش تو بگو. اگه ال بذاری سرش، اگه ال بذاری سرش چه ولای سرش میاد؟ فی المداره، بگو فی المدارسه. چرا؟ چون خر شده. گفتیم بچه رو میخوای خر کنی؟ دست رو سرش میکشی، مثل غیر منصرف که ال رو سرش میکشی. خب این حالت اولش. حالت دومش مضاف واقع شود. حالت دومش میشه چی؟ مضاف واقع شود. یعنی چی؟ یعنی ما بعد از اسم غیر منصرفی اسم دیگه داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی ما بعد از اسم غیر منصرف یه اسم دیگه داشته. بچه ها خیلی نکات مهمه ها. یک تست مستقیم کنکورته. کدوم تست؟ تست ضبط حرکات. بلد نباشی کلات پس معرکه است. خیلی خوب و دقیق به من توجه کن. مضاف واقع بشه. مثلا باز میریم جار و مجروری میگیم. آقا احکم منصرفه یا غیر منصرف؟ احکم منصرفه یا غیر منصرف؟ بدو احکم منصرفه یا غیر منصرف؟ اگه غیر منصرفه دلیلش هم واسه هم تایپ کن. احکم منصرفه یا غیر منصرف؟ اگه غیر منصرفه دلیلش واسه هم بنویس. بدو اینا که نوشتن افعال قبول نیست. اول یعنی چی؟ اصلا نمیدونم. چی نوشتیم اینجا؟ احکم منصرف یا غیر منصرف؟ اگه میدونی غیر منصرف علتشو بنویس. غیر منصرف صفت بر وزن افعل. خب
من میام یه حرف جر بهش اضافه میکنم. چه حرف جری؟ به. حرف جر به رو بهش اضافه میکنم. من میام چی اضافه میکنم؟ حرف جر چی؟ به. من میام حرف جر به رو اضافه میکنم. خب حرف جر به رو اضافه میکنم، طبیعتا این باید بشه به احکمن، ولی نمیشه به احکمن. چرا؟ چون غیر منصرفه، تنوین نمیگیره، به جای ا میگیره، به جای ا هم ا میگیره. میشه چی؟ میشه به احکم بگو. میشه چی؟ میشه چی؟ به احکم مه. درسته؟ میشه به احکم مه. خب میشه به احکمه. تا اینجا اوکیه که این شد به احکمه؟ تا اینجا اوکیه که این شد به احکمه؟ توجه به من باشه لطفاً. تا اینجا اوکیه؟ تا اینجا اوکیه؟ اوکیه؟ همه جواب بدن ها. انرژی میخوام ازتا. بدو. آقا میشه به احکمه. شنیدین حتما میگن احکم الحاکمین. یه الحاکمین میارم ادامه این. بذار اینجا قشنگ خوشگل بنویسمش که ببینی. این احکمه گفتیم به احکمه نمیشه، میشه به احکمه. یه الحاکمین میارم اینجا، یه الحاکمین میارم اینجا. ما گفتیم اگه پشت بند غیر منصرفه یه چیزی اومد کسره رو میگیره، اگه پشت بند غیر منصرفه یه چیزی اومد کسره رو میگیره. ما گفتیم به احکمه میشه. چرا؟ چون غیر منصرفه، تنوین نمیگیره، به جای ا هم ا میگیره. درست شد؟ به جای ا هم چی میگیره؟ ا میگیره. حله؟ حله؟ خب حالا اینجا که بعدش یه کلمه دیگه ای اومده که ما حالا صداش میزنیم، حالا بعدن یادش میگیری که چطوری میشه به این میگن مضاف الیه. همینجوری فقط بلد باش، اگه بعد غیر منصرف یه اسم دیگه اومد اون اسم میشه مضاف الیهش. خب میشه مضاف الیهش. حالا تو این شرایط باز من باید بگم به احکم الحاکمین یا باید بگم به احکمه؟ ما گفتیم غیر منصرف دو جا خر میشه، یه جا ال بگیره یه جا مضاف بشه. الشو که توضیح دادیم اینجا مضاف شده، گفتیم خر میشه. یعنی چی؟ یعنی ا رو میگیره، یعنی ا رو میگیره. پس یعنی این ا دیگه اینجا غلطه، میشه به احکم الحاکمین. حله؟ حله؟ جواب؟ جواب حله. پسرها دخترها، دخترهای گل، پسرهای آقا، متوجه شدن؟ همه کسی از متوجه نشده باشه تو توضیح بدم. اگه کسی متوجه نشده توضیح بدم، من اینجام که توضیح بدم. بودو. من اینجام که توضیح بدم. بودو. بودو. خب کجا را علی توضیح بدم؟ من توضیح دادم بچه ها الان صفحه چندیم؟ حواستون کجاست؟ صفحه 15 جزوه بالای صفحه، صفحه 15 جزوه بالای صفحه، مبحث منصرف غیر منصرف. خب دو حالت ال گرفتن و مضاف تو جزوه نوشته مبینا، تو جزوه نوشته این ساش تو صفحه 14. اینا اشد اقنا احمر، اشد اقنا احمر. خب به من گوش بدین، صفحه 15 جزوه گفته که خواهیم خوان که اسم غیر منصرف اگر مضاف واقع شد یا الف و لام بگیرد در این صورت کسره رو میگیره. خب مثلا فی المداره، فی المداره سه، فی المداره سه، اما همچنان غیر منصرف به حساب می آید، منصرف به حساب می آید. خب دیگه رفته تو توضیحات، من یه بار دیگه اون قسمت رو توضیح بدم.
دوستان یه بعضی ها مشکل دارن، یه بار دیگه توضیح بدم. آقا ما توضیح دادیم چی؟ اینجا میگمش. غیر منصرف خر میشود. خر میشود یعنی چی؟ یعنی کسره، یعنی ا رو میگیره. تحت چه شرطی؟ تحت دو شرایط، یا ال بگیره یا مضاف بشه، یا ال بگیره یا مضاف بشه. مضاف یعنی اضافه شدن دیگه، هلش میدیم جلو. پس غیر منصرف تحت چه شرایطی خر میشه؟ دو شرایط، یا ال بگیره، گفتیم بچه رو میخوایم خر بکنیم دست میکشیم رو سرش. غیر منصرف رو بخوایم خر بکنیم چیکار میکنیم؟ ال میکشیم رو سرش. خب غیر منصرف یا ال میگیره یا مضاف میشه. ال بگیره یا مضاف بشه چه اتفاقی براش میفته؟ کسره یعنی ارا میگیرد. کسره یعنی ارا بگو میگیرد. اوکی؟ کسره یعنی ارا میگیره. خب خوب به من گوش بدین، خوب به من گوش بدین. غیر منصرف خر میشود یعنی ارا میگیرد. در چند حالت؟ دو حالت. ال بگیره، توضیح دادیم. آقا اگه ال بگیره مثلا مدارس، مگه نبر وزن مفاعله؟ پس غیر منصرف. حالا حرف جر میاد پشت سرش، حرف جر میاد پشت سرش، باید بشه فی مدارسن، ولی شده فی مدارسه. چرا؟ چون غیر منصرفه. غیر منصرف دو تا ویژگی اصلی داشت، یکی تنوین نمیگرفت، یکی به جای ا چی میگرفت؟ ا میگرفت، شد فی مدارسه. تا اینجا اوکیه؟ تا اینجا اوکیه؟ تا اینجا اوکیه؟ خب اون دوستی که به من گفت توضیح بده، اون دوستی که به من گفت توضیح بده، تا اینجا اوکیه؟ خب ادامه. ببین فی مدارس باید میشده فی مدارسن، ولی چون غیر منصرفه تنوینه نگرفته، تازه به جای ا هم چی گرفته؟ ا گرفته. خب ولی پایینش میایم ال میمالیم رو سر مدارس، ال میمالیم رو سر مدارس، مدارس خر میشه. ال میمالیم رو سر مدارس، مدارس خر میشه. یعنی چی خر میشه؟ یعنی کسره رو میگیره. یعنی اینجا دیگه میشه چی؟ اینجا دیگه میشه چی؟ فل مداره سه کسره رو گرفت. اوکیه تا اینجا؟ اوکیه تا اینجا؟ دوست عزیز گل من که گفت توضیح بدین. خب ادامه. گفتیم توی دو حالته، اینکه ال بگیره یکی مضاف واقع بشه. گفتم مضاف رو برای اینکه به ذهن تقریب داشته باشه، حالا بفهمی چون من هنوز درسش ندادم، گوش بده. اگه بعد اسم غیر منصرفت یه اسمی اومد، اگه بعد اسم غیر منصرفت یه اسمی اومد میشه مضاف الیه، یعنی غیر منصرفت خر شده. اگر بعد از اسم غیر منصرفت یه اسمی اومد میشه مضاف الیه، یعنی غیر منصرفت خر شده، یعنی کسره رو میگیره. نگامن احکم مگه نه صفت بر وزن افعله؟ بله. پس غیر منصرف دوباره یه حرف جر میارم پشت سرش، این بعد میشد به احکمن، ولی غیر منصرفه تنوین نمیگیره، به جای ا هم ا میگیره، میشه به احکمه. خب این تا اینجا حل. حالا اگر به احبد احکم یه چیزی بیاد، یعنی مضافون اله داشته باشه احکم، یعنی خود احکم مضاف واقع بشه، این احکمی که ا گرفته بود چون غیر منصرف خر میشه، به جای ا چی میگیره؟ ا رو میگیره، میشه به احکم مل حاکمی. اوکیه؟ اوکیه؟ اون دوست عزیزی که متوجه نشدن، متوجه شدن؟ متوجه شدن؟ حل. برو بریم. آقا این کل داستان غیر منصرف بسیار بسیار مهم. خواهشی که ازتون دارم همگام با من جزوشو بردارید، با من بنویسین که متوجه بشین. خب اندازه یک دقیقه دو دقیقه یه گپ من بهتون میدم، یه استراحت کوچولویی بکنین، یه فضای عوض بکنین که بریم ادامه تدریسمون رو داشته باشیم. نکاتی که در ادامه میخوام بگم خیلی مهمه ها، انرژی زیاد میخوام ها. ما مخلصیم علی جون، ما مخلصیم، پر انرژی باشین لطفاً.
سلامت باشین، دستتون در. میگم که شما میتونین بشینین سر کلاس، من گوشم بذارم رو لایو، در حد چند دقیقه لایو کلاس رو برید رو اینستاگرام، دستتون در نکنید. استراحت. خب سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز، پارت دومی کلاس رو از طریق لایو اینستاگرام هم میتونید مشاهده بکنید، ما در خدمتتون هستیم. خب دوستان عزیز دوستان عزیز، حواس جمع کجان؟ انرژی دارا کجان؟ آقای ابوالفضل هارونی کجاست؟ علی رجب کجاست؟ زهرا جعفری کجاست؟ مبینا اورکی کجاست؟ انرژی دارامون کجان؟ خب جسارتم فکرم اینجا بشینین بهتر باشه، چون که تخت رو اونجا بهتر میتونه بگیر. قلم رو به من میدین؟ خب دستتون در نکنه. خب بچه ها در مورد منصرف غیر منصرف با هم دیگه صحبت کردیم،
در مورد منصرف غیر منصرف با هم دیگه صحبت کردیم. خوب به من توجه بفرمایید. خب حالا تحلیل صرفی اسم تموم شد. سرعتی که اتفاقا ما سر این کلاس داریم سرعت قابل قبولیه، خیلی خیلی خوبه. اگه همین فرمونی بریم جلو قطع یقین تا قبل از عید میتونیم 80-90% جزوه رو بگیم و کل عربی کنکور به سمت بستن حرکت بکنیم. ولی این یه پیش نیاز داره، اینکه تو همراه من تستا رو بزنی. خب حالا میخوام در مورد تحلیل صرفی یا تقسیمات فعل با تو صحبت بکنم. اولین چیز نوع فعله. نوع فعل یا بیان دیگه ای ازش میکنن میگن وجه فعل. وجه فعل توی عربی میتونه ماضی باشه، به این ربطی به زمان فعل نداره ها. نوع فعل میتونه توی عربی ماضی باشه، مضارع باشه و امر باشه. خب میخوایم شروع کنیم به ساختن فعل ها و حالا اینکه زمان فعل ها به چه صورت میتونه باشه رو در موردش با شما با هم دیگه صحبت کنیم. خب خوب به من گوش بدین. اولین نکته ای که میخوایم در موردش صحبت بکنیم زمان فعل. زمان فعل میتونست ماضی باشه، میتونست مضارع باشه، میتونست آینده باشه. دوستانی که جلسات اول با ما همراه بودن گفتیم عشق طراح، گفتیم عشق طراح تو این داستان چی میتونه باشه؟ عشق طراح تو این داستان کدوم زمانه؟ عشق طراح تو این داستان کدوم زمانه؟ بدو بدو بدو. عشق طراح ماضیه، تو بکشش. هر سال از ماضی سوال میده، هر سال از ماضی سوال میده. خب در مورد زمان ماضی یه ماضی چی داریم؟ منفی داریم، یه ماضی نقلی داریم، یه ماضی بگو استمراری داریم، یه ماضی بعید داریم. اینجا هم یه مونه ماضی دیگه هم داریم، ماضی ساده. ماضی ساده. اینها انواع و اقسام افعال چی هستن؟ ماضی هستن. اینها انواع اقسام فعل ماضی هستن. دونه به دونش رو واسط میخوام توضیح بدم. گفتم چیزی که واسه طراح خیلی مهمه و عشقشه و هر سال ازش سوال میده فعل ماضیه. شما تمام کنکورا رو بری بررسی بکنی، توی تمام کنکورا فعل ماضی وجود داره بدون استثناء، بدون شک. خب اول شروع میکنیم در مورد فعل ماضی با هم دیگه صحبت کردن. خب ماضی ساده، بذار همینجا واسط بنویسمش که خیلی اینور اونوری نشی. ماضی ساده میشه چی؟ مثلا ماضی ساده میشه ذهبه، درسته؟ ذهبه معنیش میشه چی؟ بگو ذهبه معنیش میشه چی؟ رفت. ماضی نقلی، ببخشید ماضی نقلی ترجمهش میشه چی؟ ماضی نقلی ترجمهش میشه چی؟ بگو قد ذهبه، درسته؟ عربیش میشه قد ذهبه. این کوچولو موچولو رو نگاش کن، این کوچولو موچولو رو نگاش کن، این قده. قد توی عربی هیچ اهمیتی بگو نداره. قد توی عربی هیچ اهمیتی بگو نداره. میتونه بیاد، میتونه نیاد. پس من هر وقت جلوی دوربین اینجوری کردم تو میگی چی؟ میتونه بیاد، میتونه نیاد. این کیه؟ این کوچولوه کیه؟ بدو. این کوچولوه کیه؟ بدو بدو بدو. این کوچولوه کیه؟ این کوچولوه کیه؟ آها، این حرکت یعنی چی؟ این حرکت یعنی چی؟ بدو. این حرکت یعنی چی؟ بدو. پسرها دخترها، پسرها دخترها، گفتیم این حرکت یعنی چی؟ میتونه بیاد، میتونه نیاد. این کی بود؟ بدو. این کی بود؟ قد. اوکی؟ قد برای ما هیچ اهمیتی نداره، میتونه بیاد، میتونه نیاد. خب ذهب معنیش میشه رفت. قد ذهب معنیش میشه چی؟ رفته است. خب خوب به من توجه کن، خوب به من توجه کن. رفت با رفته است توی فارسی لام عصب با هم متفاوتن. اوکی؟ قبول دارم، تو هم قبول داری، من هم قبول دارم. مثلا میگم کلاس ما ساعت 5:30 تموم میشه، یکی ساعت 5:30 و 3 ثانیه میاد از من میپرسه علی رجب‌زاده کجاست؟ میگم رفت. ایشون ساعت 5:30 رفت. یه موقع است نه، کلاس ما ساعت 5:30 تموم میشه، یکی ساعت 7 میاد از من میپرسه علی رجب‌زاده کجاست؟ میگم چی؟ علی که رفت است. اوکی؟ پس ماضی ساده با ماضی نقلی از لحاظ زمانی توی فارسی متفاوتن. یه نکته خوشگل بهت بگم، ماضی ساده و ماضی نقلی
توی فارسی لحاظ زمانی با هم متفاوتن، ولی ما چیزی به عنوان ماضی نقلی توی عربی نداریم. زمانی به عنوان ماضی نقلی توی عربی وجود نداره. پس قد زهبره میتونه رفته اساس تو ترجمه کنه، رفتم میتونه ترجمه کنه، چه اشکالی نداره. رفتم میتونه ترجمه کنه، چه اشکالی نداره. زهبره هم میتونه واسه تو رفت ترجمه کنه، هم رفته است. یعنی بگو چی؟ ماضی ساده عیناً مساوی است با ماضی بگو نقلی. ماضی ساده عیناً مساوی است با بگو ماضی نقلی. همه الان خیالت رو راحت کنن. پس با این تفاسیر تو بگو به من، ذهبه عیناً مساوی است بگو با قد ذهبه. کتبه عیناً مساوی است با تو بگو. کتبه عیناً مساوی است با بگو. بدو. علی صدری نگارپور جمشید انرژی بده ها. کتبه عیناً مساوی است با قد کتبه. خوب توجه داشته باش. ذهبه را هم میتونه واسه تو رفت ترجمه کنه، هم میتونه واسه تو رفت از ترجمه کنه. جفتش درست. قد ذهبه را هم میتونه رفت ترجمه کنه، هم رفته است. کتبره هم میتونه نوشت ترجمه کنه، هم میتونه نوشته است. هیچ تفاوتی نداره. قضیه اینه. خوب توجه کن. پس ما یه ذهبه داریم، یه قد ذهبه. ماضی ساده عیناً مساوی است با ماضی نقلی. و این کوچولو موچولو کی بود؟ بودو. یه بار دیگه کوچولو موچولو کی بود؟ تو بگو. آها، این حرکت یعنی چی؟ بودو. این حرکت یعنی چی؟ بودو. حواس جمع فقط جواب منو میدن ها. میتونه بیاد، میتونه نیاد. قد هیچ اهمیتی نداره. ذهبه عیناً مساوی است با قد ذهبه. کتبه عیناً مساوی است با قد کتبه. حواست اینجا باشه لطفاً. بریم سراغ ماضی منفی. ماضی منفی چجوری میسازیم؟ ما به اضافه فعل ماضی. میدهد چی؟ ماضی منفی. خیلی کیوت باید گفته بشه. ماضی منفی میشه مامازی. دقیقا یه چیزی شبیه همون نانازی خودمون. ماضی منفی میشه چی؟ مامازی. بودو. ماضی منفی میشه چی؟ بودو. انرژی میخوام ازت ها. ماضی منفی میشه چی؟ مامازی. خب اینم از داستان ماضی منفی. خوب به من گوش بده. بریم سراغ ماضی استمراری. میدونم شاید اینو از قبلا از من شنیده باشی، ولی این بار شنیدنش یه کوچولو متفاوت تر و دقیق تره. اوکی؟ ماضی استمراری قضیهش چیه؟ ماضی استمراری بچه ها ترجمهش اگه بخوای تعریف بکنی ماضی استمراری رو توی فارسی چی میگی؟ یا یاسان افقری می، امیر حسین سلیمانیان می. اصلا ببین، من میام از تو میپرسم آقا ماضی استمراری یعنی چی؟ تو چه زمانی ما از ماضی استمراری استفاده میکنیم؟ چه جواب منو میدی؟ کاری که تا الان ادامه داشته باش. مریم توسلی نیا مائده زراعتی کاملا درست گفتن. مریم یزدانی درست گفته. نگار پور جمشید درست گفته. یاسمن افقری درست گفته. علی صدری درست گفته. گوش بده به من. آقا مثلا زینب ایزدی دانش آموز بسیار خوبی. خوب ایشون سال کنکورش هست و بالاخره مشاورش واسش برنامه ریزی کرد و خوف و خفن داره درس میخونه. روز جمعه ای هست، پدر و مادرش، خواهرش و یا برادر کوچیکترش رو میبرن از خونه بیرون که ایشون تو خونه تنها باشه درس بخونه بالاخره سال کنکورش. مشاوره ایشون از 8 صبح برنامه نوشته تا 9 شب. ایشون برنامه رو سری تو هم دیگه میکنه و استراحت شامون نمیدونم نهارش رو انجام نمیده و استراحت بین تایم هاشم انجام نمیده که چی بشه؟ درسش زودتر تمام بشه.
ناخودآگاه بالاخره درسش زودتر تموم میشه، ساعت 7 عصر میاد خستگی در بکنه. خوب به من گوش بده، 7 عصر میاد خستگی در بکنه، دقیقا میاد میشینه رو همون کاناپه که جلوی در ورودیه. به محض اینکه زینب میشینه مامان و باباش کلید میندازن تو در، میان تو ای تو که حالا مشاورم برنامه رو فرستاده بوده واسه مامان باباش، میدونستن که این درسش تا ساعت 9. ای تو مگه کنکور نداری؟ تو مگه درس نداری؟ تو بدبخت میشی، تو بیچاره میشی، تو هیچی خودت دیگه باید تو خودت کاملش کن. خوب که خودشونو تخلیه کردن، ساعت 7 درس زینب تموم شده، دقیقاً ساعت 7:01 مامان و باباش اومدن. خب زینب چی میگه؟ میگه به خدا داشتم تا همین الان درس بودو، به خدا داشتم تا همین الان درس بودو بودو، داشتم تا همین الان درس بگو میخوندم. یعنی از قبل از این که مامان اینا بیان تا اون لحظه ای که اومدن داشته چیکار میکرده؟ درس میخونده. آشیری آبم واز البته. به خدا داشتم تا همین الان درس میخوندم. یه کاری از گذشته شروع شده تا حال، گذشته تا حال. پس هر وقت حرف از ماضی استمراریه میگیم چی؟ یه کاری که از گذشته شروع شده تا حال، گذشته تا حال میشه ماضیه بگو استمراری، گذشته تا حال میشه ماضیه بگو استمراری. خب تا اینجا اوکیه، همه فهمیدن؟ پس من هر وقت به تو گفتم ماضی استمراری، میگی یه کاری که از گذشته شروع شده تا حال، 2 دقیقه دیگه پانتومیم اومدم، بعد سریع به من بگی ماضی استمراری ها. این میشه چی؟ ماضی استمراری. این میشه چی؟ ماضی. این کی بود؟ قد بود. میتونه بیاد، میتونه نیاد. این کی بود؟ ماضی استمراری. نشانه ماضی استمراری توی فارسی چی بود؟ پسرا دخترا، نشانه ماضی استمراری توی فارسی چی بود؟ بودو بودو. چی بود؟ چی بود؟ بودو می. نشانه ماضی استمراری توی فارسی چی بود؟ می. خب بریم توی عربی. نماینده افعال ماضی در عربی کیه؟ خوب به من گوش بده، کانه. نماینده افعال ماضی توی عربی کیه؟ کانه. این کاری که من دارم انجام میدم به من بگو من دارم چی کار میکنم؟ میکشم عقب یا میکشم جلو؟ یکی داره میدوه، من میگیرمش میکشمش کجا؟ تو بگو میگیرمش میکشمش کجا؟ میکشمش کجا؟ جواب، میکشمش کجا؟ میکشمش کجا؟ میکشمش عقب. کانه توی عربی وسیله عقب کشیدن زمانه. هر زمانی که تو به کانه میدی میکشه عقب. چی رو میکشه عقب؟ زمان فعل رو میکشه عقب. پس وسیله عقب کشیدن زمان توی عربی کیه؟ وسیله عقب کشیدن زمان توی عربی کیه؟ کانه. کانه زمان چی رو میکشه عقب؟ زمان فعل. پس کانه کارش چیه؟ میکشه عقب. چی رو میکشه عقب؟ زمان فعل. نماینده افعال ماضی توی عربی کیه؟ کانه. حال و عربی میشه چی؟ حال و عربی میشه چی؟ مضارع. پس مال همینه میگن کانه به اضافه مضارع میدهد چی؟ ماضی استمراری. نشونه ماضی استمراری هم که گفتیم چی بود؟ میم. آها مثال بزن استاد. کانه به اضافه یک توبو ترجمهش میشه چی؟ تو بگو ترجمهش میشه چی؟ می نوشت. کانه به اضافه ین سرو ترجمهش میشه چی؟ یاری می کرد. کانه به اضافه یجعلو ترجمهش میشه چی؟ قرار می داد. میبینی که میارا حواست هست بهشون که میارا حواست هست بهشون که. خوب توجه کن به من. پس این کار کار کیه؟ این کار کار کیه؟ بودو این کار کار کیه؟ بودو. چی رو میکشه عقب؟ چی رو میکشه عقب؟ بودو. چی رو میکشه عقب؟ زمان نه، زمان فعلو. این کار کار کیه؟ این کار کار کیه؟ این کار کار کیه؟ جواب جواب. این کار کار کیه؟ بودو. یه بار دیگه از اول. این کار کار کیه؟ اسمش چیه؟ کارش چیه؟
کارش چیه؟ گفتیم این کار کار کیه؟ کار کانه. کارش چیه؟ کارش چیه؟ میگی میکشه عقب. هر وقت بهت گفتم این کار کار کیه میگی کانه. بهت گفتم کارش چیه میگی میکشه عقب. بهت میگم چی رو میکشه عقب؟ میگی زمان فعل. یه بار دیگه از اول. این کار کار کیه؟ این کار کار کیه؟ این کار کار کیه؟ کارش چیه؟ کارش چیه؟ کارش چیه؟ بودو کارش چیه؟ چی رو میکشه عقب؟ چی رو میکشه عقب؟ چی رو میکشه عقب؟ زمان فعل. خب کی حواسشون به من جمعه؟ کی حواسشون به من جمعه؟ بودو 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 سری 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 40 نفر سر کلاس الان کیا حواسشون جمعه؟ حواس جمعی؟ حواس جمعی یک نداشت تا اموجی مش داشت ها؟ یا یک داشت؟ کدوم بود؟ بدو حواس جمعی عدد یک. خب نشون میدن که بعضی هنوز حواسشون به من جمع نیستا. خوب تمرکز به من باشه، یه بار سری میخوام جواب بدی. این کار کار کیه؟ بدو این کار کار کیه؟ بدو بدو کارش چیه؟ کارش چیه؟ کارش چیه؟ چی رو میکشه عقب؟ بدو چی رو میکشه عقب؟ چی رو میکشه عقب؟ آها 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 این شد. فعل میگم تو ترجمه کن. کانه یذهبو کانه یذهبو کانه ینصرو یاری بگو. کانه یکتبو بودو کانه یکتبو کانه یخرجو کانه یخرجو. حل این داستان داستان ماضیه. بگو استمراری. داستان چیه؟ ماضی استمراری. بریم سراغ چی؟ بریم سراغ ماضیه. بگو بعید. ماضیه بعید. مریم نوشانی بچه بسیار منظمیه. بچه ها ایشون هر شب رأس ساعت 11 مسواکشو میزنه. هر شب رأس ساعت 11 مسواکشو زده تموم شده رفته. مریم نوشانی بچه بسیار منظمیه. ایشون هر شب رأس ساعت 11 مسواکشو میزنه. مامانو که میدونید مسئول بررسی کردن مسواک و خواب و یه سری چیزای دیگه هستن. اینجا آنلاینه نمیتونم توضیح بیشتر بدم، خودت میدونی. مریم شب خسته که میشه مسواکشو که میزنه، بالاخره دندونای کور و کدیلم که باشه 250 تا دونه دندون باشه، ایشون 11 که شروع میکنه. 11 و 5 دقیقه مسواکش تموم میشه ها. 11 که شروع میکنه، 11 و 5 دقیقه مسواکش تموم میشه ها. خوب به من توجه کن. ایشون ساعت 11 شروع کرد به مسواک زدن، 11 و 5 دقیقه مسواکش تموم شد. تا اینجا اوکیه؟ 11 و 5 دقیقه که مسواکش تموم شد، ساعت 12 که میشه میره مثلا یه سری تو اینستاگرامش بزنه، پیامای واتساپشو چک بکنه. خلاص 12 مامانش جیغشو میذارن، جیغشونو میذارن سرش. مریم بله مسواکتو زدی؟ مامان مریم ساعت چنده دارن ازش سوال میپرسن؟ ساعت 12. مریم ساعت چند شروع کرد به مسواک زدن؟ 11. ساعت چند مسواکش تموم شد؟ 11 و 5 دقیقه. مامانش ساعت چند دارن ازش سوال میپرسن؟ 12. مریم میگه چی؟ مسواکمو که زده بگو تو. مسواکمو که زده بودو. مسواکمو که زده بودم. الان توی داستان ما ساعت چنده؟ الان توی داستان ما ساعت چنده؟ بودو. دروغ نگو، ساعت 5:25 دقیقه است. آها توی داستان. اوکی. الان توی داستان ما ساعت چنده؟ 12. اوکی. توی داستان ما ساعت 12. مریم ساعت چند شروع کرد مسواک زدن؟ بودو ساعت چند مسواکش تموم شد؟ یک کاری گذشته شروع شده، همون گذشته ها تموم شده. گذشته تا گذشته میشه ماضی بعید. گذشته تا گذشته میشه ماضی بگو بعید. ماضی بعید یک کاری گذشته شروع شده، همون گذشته هم تموم شده میشه ماضی بگو بعید. نشانه ماضی بعید توی فارسی چی بود؟ نشانه ماضی بعید تو فارسی چی بود؟ بود. نماینده
افعال گذشته توی عربی کیه؟ تو بگو کیه؟ کانه. گذشته به عربی میشه چی؟ ماضی. پس مال همینه میگن کانه به اضافه ماضی میدهد، ماضی بعید. تو هر زمانی رو به کانه بدی، کانه زمانو میکشه عقب. تو هر زمانی رو که به کانه بدی، کانه زمانو میکشه عقب. مضارع بهش بده میده ماضی استمراری، ماضی بهش بده میکنه واسط ماضی بعید. این چی بود بچه ها؟ این چی بود؟ این چی بود؟ بودو به پانتومیم نگاه، استمرار غلطه ها. اگه میخوای بگی ماضی استمراری، این چی بود؟ این چی بود بودو؟ همه بگن این چی بود؟ لطفاً انرژی ها بالا باشه، کلاس تموم شده. این چی بود؟ بودو این چی بود؟ این چیه؟ این چیه؟ این نگاه من، ماضی بعید. گذشته تا گذشته میشه ماضی بعید، گذشته تا حال ماضی استمراری. این چیه؟ بگو ماضیه، بگو بعید. این چیه؟ این چیه؟ این کی بود؟ این کی بود؟ کوچولو موچولوه. این حرکت یعنی چی؟ این حرکت یعنی چی؟ این حرکت یعنی چی؟ میتونه بیاد، میتونه نیاد. این کار کار کیه؟ این کار کار کیه؟ بودو این کار کار کیه؟ این کار کار کیه؟ اوکی کارش چی بود؟ کارش چی بود؟ میکشید کجا؟ کارش چی بود؟ میکشید کجا؟ کارش چی بود؟ میکشید عقب. چی رو میکشید عقب؟ بودو چی رو میکشید عقب؟ چی رو میکشید عقب؟ حله حله. فعل میگم تو ترجمه کن. کانه ذهبه ترجمهش میشه چی؟ بودو کانه ذهبه، کانه نسره، کانه ذهبه ترجمهش میشه چی؟ بگو رفته بود. کانه نسره یاری کرده بود. کانه وهبه میشه چی؟ بخشیده بود. ما داریم در مورد ماضی بعید صحبت میکنیم. نشانه ماضی بعید توی فارسی چیه؟ بود. حله؟ پس ما صحبتامونو در مورد ماضی و کل زمانشون، ماضی منفی، ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمرار، ماضی بعید صحبت کردیم. میخواییم بریم سراغ زمان چی؟ زمان مضارع. میخواییم بریم سراغ زمان چی؟ مضارع. تستای ترجمه جمله فعلی از میکرو طلایی حتما زده بشه لطفا. خب تا نمونه‌های تست خودمونم بهتون بدیم آروم آروم. خب خوب به من گوش بدین، توجه لطفا به من باشه، توجه لطفا به من باشه. مضارع، یه مضارع ساده داریم، یه مضارع التزامی داریم. مضارع ساده، یه مضارع چی؟ التزامی. یه مضارع ساده داریم، یه مضارع التزامی. اول در مورد مضارع ساده صحبت میکنیم. فعل مضارع بدون عامل مضارع اخباری می باشد. یعنی این که فعل مضارع ماست هیچی پشت سرش نیاد میشه مضارع اخباری. یعنی اگر ما فعل مضارع داشته باشیم هیچ حرفی، نقشی، داستانی، چیزی پشت سرش نیاد میشه مضارع چی؟ میشه مضارع چی؟ اخباری. مضارع اخباری با چی ترجمه میکنن؟ مضارع اخباری با چی ترجمه میکنن؟ می. مثال بزن دکتر. چشم، مثالم میزنی. مثل چی؟ مثل یکتوبو. یکتوبو ترجمهش میشه چی؟ مینویسد. ینصرو یاری میکنن. ینظرو نگاه میکند. حله؟ حله تا اینجا؟ حله؟ حله؟ بدو
بودو 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 انرژی میخوام از اتا. ینظر رو میشه چی؟ نگاه میکنه. این در مورد مضارع ساده است. اما بریم در مورد مضارع التزامی. مضارع التزامی قرار شد با من نوت برداری یا؟ قرار شد با من نوت برداری یا؟ بریم مضارع التزامی میشه چی؟ مضارع التزامی مضارع التزامی میشه چی؟ یکی از ابعاد مضارع التزامی اینیه که من میخوام بهت بگم. قد به اضافه فعل مضارع. قد به اضافه فعل مضارع. این قدی بود که میگفتیم میتونه بیاد میتونه نیاد، غیر میومدیم سرش. اینجا اذیتمون میکنه. چرا؟ چون اینجا اهمیت پیدا میکنه. قد سر فعلای ماضی اهمیت نداشت، تو مضارع اهمیت پیدا میکنه. قد به اضافه فعل مضارع با شاید و گاهی ترجمه میشه. قد یذهب شاید برود، قد ینزل گاهی نازل کند. بچه ها میبینی شاید برود، اگر دقت بکنی توی مضارع التزامی ابتدای فعل مضارع واژه چی میذاریم؟ به میذاریم. توی مضارع التزامی توی فارسی ابتدای فعل مضارع واژه چی میذاریم؟ واژه چی میذاریم؟ به میذاریم. حل اینجا رو نگاه. اینجا گاهی نازل کند یا بکند فرقی نمی کنه. باید معنای التزام، التزام معنی شک و تردید به تو میده. تا اینجا اوکیه؟ تا اینجا اوکیه؟ دوستان نکات فعل ماضی به اضافه غیر منصرف ها این جلسه، لطفاً جزوه هاتون رو توی گروه بفرستید من یه چکی بکنم. خسته نباشید به هم دیگه بگیم. لطفاً تستا رو میزنید جلسه آینده. پوکه های تست و اول کلاس توی گروه هر کسی با اسم و فامیلش میذاره. پوکه تست منظورم پاسخنامه تستی است که زدی. اوکی؟ خیلی مخلصیم، خیلی مخلصیم. جزوه ها با اسم و فامیل از کتاب، از کتاب ارزم به خدمتتون میکرو طلای گاج، مبحث ترجمه فعل. قربونتون، سلامت باشین. خیلی خیلی دوستتون دارم، دلم هم خیلی واسهتون تنگ شده بود. ما مخلصیم با اینکه استقلالی هستی. فدات شم. موفق و معید باشین پسرها و دخترای گل. خب جزوه ها توی ارزم به خدمتتون گروه ارسال بشه، جزوه ها توی گروه ارسال بشه، بعدن از صفحه چت تشریف برید بیرون. بدوید بچه ها، چک میکنم ها. دست شما در نکنه. یک دنیا ممنونم. بله 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 سلامت باشین. ممنون.